بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانش آموزان 11 هم. امروز با درس دوم فصل حد در خدمت شما هستیم، یعنی حالت رفع ابهام 0-0. ببینید، شما وقتی بخواید از یک حد در یک نقطه حد بگیرید، اولین کاری که انجام میدین، خب به جای ایکس ها عددی که بهتون داده رو جایگذاری میکنید. درسته؟ تو درس قبلی بهش اشاره کردیم. خب حالا شما بیا به جای ایکس ها 2 بذار. 2 به توان 2 و 4 منهای 4، 2 تا 4 تا، این هم میشه 2، منهای 2 که در با میشه 0-0. مدل ریاضی به حالتهای 0-0 اصطلاحاً میگیم مبهم، و یعنی مبهم قابل قبول نیست. بخوایم اینو رفع ابهام بکنیم، رفع ابهام حالت 0-0 به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول استفاده از تجزیه است. تجزیه یعنی چه؟ تجزیه یعنی فاکتور یا اتحاد. یعنی اگر عبارت شما قابلیت فاکتور داشت یا قابلیت اتحاد داشت، ساده شو و عامل صرف شونده رو خط بزن. مثلا تو مثال اول اینجا، خب به صورت کسر دقت کن، صورت شما راه داره که از x فاکتور بگیری، درسته؟ خب از x فاکتور بگیر. ما اگر از x فاکتور بگیریم، از اولی چه میمانه؟ x خالی منهای 2x، x رو پس بگیریم، بروی x منهای 2 x میل کند به سمت 2. خب x منهای 2 با x منهای 2 ساده میشه، چه میمانه؟ فقط x، یعنی میشه لیمیت x میل کند به سمت 2. خب بجاش 2 بذار، جواب آخر شد چند؟ 2. حالا روش تقسیم وزیری. ببین، ممکنه حدی که به شما بدم قابلیت اتحاد یا قابلیت فاکتور نداشته باشه، اصلا شما بلد نباشی. خب چطور ما سوال رو حل کنیم؟ میگیم اگر عبارتی که به ما دادن قابلیت فاکتور یا اتحاد نداشت، از تقسیم پذیری استفاده میکنیم. حالا این تقسیم پذیری چیه؟ تو روش تقسیم پذیری میگیم صورت و مخرج را، صورت و مخرج را بر ایکس منهای عدد تقسیم میکنیم. صورت و مخرج را بر ایکس منهای عدد تقسیم میکنیم. خب کسر ما بوده لیمیت ایکس دو منهای دو ایکس به روی ایکس منهای دو، ایکس میل کند به سمت دو. خب فرض کن شما هیچ اتحادی تو ذهنت نیست، هیچ فاکتوری تو ذهنت نیست، می تقسیم پذیری رو انجام میدی. میگی صورت و مخرج تقسیم بر ایکس منهای عدد، یعنی صورت ایکس دو منهای دو ایکس تقسیم بر ایکس منهای عدد، عدد ما دو اینجا، میشه ایکس منهای دو. مخرج هم به همچنین ایکس منهای دو تقسیم بر ایکس منهای دو، ایکس میل کند به سمت دو. خب حالا تقسیمات چطور انجام بدیم؟ از تقسیم کلاس نهم کمک میگیریم. چند جمله بر چند جمله ای؟ میگیم ایکس دو منهای دو ایکس تقسیم بر ایکس منهای دو. برای تقسیم چند جمله به چند جمله شما فقط کافیه به جملات اول دقت کنید. ببین اینجا x 2ه، اینجا x. خب من x رو در چه ضرب کنم با x 2 برابر بشه؟ دقت کردی چه گفتم؟ گفتم x در چه ضرب کنم که با x 2 برابر بشه؟ خب در x ضرب میکنم. x ضرب در x میشه x 2، x ضرب در منفی 2 هم میشه منفی 2x. علامت ها رو عوض کنید، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میرن 0-0. پس جواب تقسیم صورت برای ما به دست آمد ایکس خالی. ایکس منهای 2 به ایکس منهای 2 میشه 1. حالا به جای ایکسش 2 بذار، جواب میشه چند؟ 2. جواب ها کاملا یکیه. خب شما اگر کسر قابلیت فاکتور یا اتحاد داشت، میتونی از فاکتور اتحاد بری و به جواب برسی. اگر نداشت یا اگر شما خودت احساس کردی که تسلط تو بحث اتحادها کمه، میتونی از تقسیم پذیری کمک بگیری. بریم دوباره حل کنیم. خب مثال بعدی، باز دوباره یه لیمیت به ما دادن در نقطه 1. اولین کاری که انجام میدیم اینه که 1 رو جایگذاری کنیم. خب ما اگر 1 رو جایگذاری کنیم، میشه 1 به توان 2 منهای 3 1 به علاوه 2، 1 به توان 2 منهای 1. خب چه میشه؟ 1 به توان 2 1 منهای 3 به علاوه 2 1 منهای 1 که در کل میشه 0-0، یعنی مبهم میشه. حالا شما فرض کنید جزء اون دسته از دانش آموزا هستین که اتحادات قویه. خب میگن که آقا من از طریق اتحاد حلش میکنم، تقسیم پذیری طولانیه، حوصله‌اش ندارم،
این راه سریع‌تره، کوتاه‌تره. خب میگم بیا انجام بده. آیا صورت راه اتحاد داره؟ بله. چه اتحادیه؟ جمله مشترک. دو تا پرانتز میکشم، دو تا ایکس میذارم، دو تا عدد میخوام که ضربشان بشه مثبت دو، جمعشان بشه منفی سه. کم بذاریم؟ یک دو تا، یک دو تا، دو تا. علامت ها هر دو منفی. چرا هر دو منفی؟ چون باید جمعشان بشه منفی سه. مخرج هم که اتحاد مزدوجه، میشه x منهای یک، x به علاوه یک، x میل کند به سمت یک. خب x منهای یک با x منهای یک میره، چه باقی میمانه؟ میشه لیمیت x منهای دو به x به علاوه یک، x میل کند به سمت یک. به جای x ها قرار میدیم، در کل میشه منفی یک. دوم جواب آخرشون. این منفی یک دوم تو ذهن داشته باش. الان میخوام برم از روش تقسیم پذیری حلش کنم. خب روش تقسیم پذیری، روش تقسیم پذیری میاد میگه صورت و مخرج کسر رو بر x منهای عدد تقسیم کنم. x دو منهای 3 x به علاوه 2 تقسیم بر x منهای عدد، عدد همون چنده؟ 1. مخرجم به همچنین x دو منهای 1 تقسیم بر x منهای 1. خب بریم تقسیم ها رو انجام بدیم. تقسیم صورت اول انجام بدم، x2 منهای 3x به علاوه 2 تقسیم بره x منهای 1. برای تقسیم کردم فقط به جملات اول نگاه کن. ببین اینجا x2، اینجا x، در چه ضرب کنم؟ x، x ضرب در x، x2 x ضرب در منفی 1 منفی x. خب توی مرحله علامت ها عوض میشن، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میره. منفی 3x با مثبت x میشه منفی 2x، مثبت 2 هم بیاریم پایین. خب دوباره به جملات اولت نگاه کن، اینجا منفی 2x، اینجا x، در چه ضرب کنیم؟ در منفی 2. منفی 2 ضرب در x میشه منفی 2x، منفی 2 ضرب در منفی 1 میشه مثبت 2. منفی میشه مثبت، مثبت میشه منفی، با هم میرن صفر صفر. پس جواب تقسیم صورت تا اینجای کار به دست آمد، x منهای 2. خب بریم سراغ تقسیم مخرج. تقسیم مخرج داره میگه x2 منهای 1 تقسیم بر x منهای 1. دوباره شما فقط بیا به جملات اولت نگاه کن، اینجا x2، اینجا x، در چه ضرب کنم؟ در x، x ضرب در x، x2 x ضرب در منفی 1 منفی x، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میرن. خب مثبت x با منفی 1 آیا ساده میشه؟ خیر. چرا؟ چون مشابه نیستن. پس میایم به فرم استاندارد می‌نویسیمش، میگیم یه مثبت x داره با منفی 1، میشه x منهای 1. خب اینجا x، اینجا هم x، ما x رو در چند ضرب کنیم که با خود x برابر بشه؟ در مثبت 1. 1 ضرب در x x، 1 ضرب در منفی 1 منفی، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میرن صفر صفر. پس جواب تقسیم مخرج تا اینجای کار شد x به علاوه 1. دوباره به جای x 1 بذاریم، 1 منهای 2، 1 به علاوه 1 میشه منفی 1. دوم ببین جواب ها کاملا با هم یکسانه، فقط اینو تو ذهن داشته باش. تقسیم پذیری تمام مدل سوالا رو حل میکنه، اما تجزیه ممکنه یک عبارت قابلیت تجزیه نداشته باشه، پس حتما اینو یاد بگی. خب بریم یکی دیگه. خب سوال بعدی، یه حد در نقطه یک اولین کاری که انجام میدیم یک رو جایگذاری میکنیم. خب یک رو جایگذاری کنیم میشه 3 تا 1 به توان 2 به علاوه 2 تا 1 منهای 5 به روی 1 به توان 2 به علاوه 1 منهای 2. خب چقدر میشه؟ 3 1 3 تا به علاوه 2 5، 5 منهای 5 0، 1 به توان 2 1 به علاوه 1 2، 2 منهای 2 0. مبهم شد، 0 0 روم شد. حالا بریم رفع ابهامش کنیم. حواستو جمع کن، معادله صورت x2 ضریب داره. هر زمان x به توان 2 شما ضریب داشته باشه قابلیت اتحاد نداره، پس حتما حتما شما باید از تقسیم پذیری بدید. خب تقسیم پذیری چه میگفت؟ تقسیم پذیری میگفت که شما باید صورت و مخرج رو بعد x منهای عدد تقسیم کنید.
خب x 3x 2 به علاوه 2x منهای 5 تقسیم بر x منهای عدد، عدد چنده؟ 1. تقسیم بر x منهای 1. مخرجم x 2 به علاوه x منهای 2 تقسیم بر x منهای 1. خب بریم تقسیم ها رو انجام بدیم. تقسیم صورت داره میگه 3x 2 به علاوه 2x منهای 5 تقسیم بر x منهای 1. خب تو تقسیم ها شما فقط به جملات اول نگاه کن. اینجا 3x 2 اینجا x. در چه ضرب کنم که با هم برابر بشن؟ در 3x. 3x ضرب در x میشه 3x 2. 3x ضرب در منفی 1 میشه منفی 3x. خب مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میرن. 2x و 3x میشه 5x، منفی 5 هم میاد پایین. خب اینجا 5x، اینجا x. x رو در چند ضرب کنیم؟ در مثبت 5. 5 ضرب در x 5x، اونم منفی 5. خب مثبت میشه منفی، مثبت میشه ببخشید منفی هم میشه مثبت، با هم میرن 0 0. پس جواب تقسیم صورت به دست میاد 3x به علاوه 5. و به این نقطه هم دقت کن، باید باقی مانده شما صفر بشه ها. یعنی شما این سوال رو حل کردی باقی مانده تقسیم صفر نشد، مطمئن باشی جایی رو اشتباه حل کردی، دوباره برو از اول حلتو چک کن. خب تقسیم مخرج هم انجام بدیم. یعنی x2 به علاوه x منهای 2 تقسیم بر x منهای 1. خب دوباره ما x ما می‌خوایم به x2 برسیم. خب در x ضربش کنیم، x ضرب در x x2 اونم منفی x، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میرن x و x 2x منهای 2. خب این 2x اینجا x، در چه ضرب کنم؟ در 2. 2 ضرب در x 2x منهای 2، مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت، با هم میرن 3 3. پس جواب تقسیم مخرج هم به دست آمد، x به علاوه 2. خب به جای x 1 بذاریم میشه 3 1 3 1 به علاوه 5، 1 به علاوه 2 که در کل میشه 8 3. بریم دوباره حل کنیم. خب سوال بعدی دوباره حل دیگه، لیمیت 2x به توان 3 به علاوه x به علاوه 1 x 3 به علاوه 1 x میل کنه منفی 1. خب اولین کاری که ما انجام میدیم منفی 1 رو جایگذاری کنیم، میشه 2 تا منفی 1 به توان 3 به علاوه منفی 1 به علاوه 1. درسته؟ البته ببخشید من اینقدر منفی میذاشتم. بیا حالا درست شد. بسید. خب مخرجش هم منفی 1 به توان 3 به علاوه 1. خب منفی 1 به توان 3 هم منفی 1، ضرب در 2 میشه منفی 2. اینجا 1 اینم 1 میشه مثبت 2، اینم منفی 1 به علاوه 1 در کل میشه 0 0 و 5 شد. بریم رفع ابهامش کنیم. برای رفع ابهام یا باید از تجزیه بریم یا از تقسیم پذیری. آیا 2x به توان 3 منهای x به علاوه 1 شما قادر تجزیهش هستی؟ خیر، اصلا این روشی نداری براش که اینو تجزیه کنی به اتحاد یا فاکتور بگیری. پس مجبوری که شما تو این سوال از تقسیم پذیری کمک بگیری. میشه 2x به توان 3 منهای x به علاوه 1 به روی x منهای عدد. خیلی از بچه ها اینجا رو اشتباه میکنن. ببین دارم چه میگم؟ x منهای عدد، عدد چنده؟ منفی 1، میشه x منهای منفی 1، میشه x به علاوه 1. مخرج x 3 به علاوه 1 تقسیم بر x منهای منفی 1 که میشه x به علاوه 1، x میل کنند منفی 1. خب بریم تقسیم ها رو انجام بدیم. تقسیم صورت رو بخوام انجام بدم، 2x 3 منهای x به علاوه 1 تقسیم بر x به علاوه 1. خب فقط به جملات اولش دقت کن، اینجا 2x به توان 3 اینجا x. خب در چه ضرب کنم؟ 2x به توان 2. خب 2x 2 ضرب در x میشه 2x 3. 2x 2 ضرب در 1 میشه 2x 2. خب علامت ها رو عوض کنیم،
مثبت میشه منفی، مثبت میشه منفی، اینا با هم برن. حواست اینجا جمع کن، منفی x با منفی 2x2 مشابه نیست و چون مشابه نیست قابلیت ساده شدن نداره. پس خودشو می‌نویسم، میگم منفی 2x2 منهای x. خب اینجا منفی 2x2، اینجا x. ما x رو در چند ضرب کنیم که به منفی 2x2 برسیم؟ در منفی 2x. منفی 2x ضرب در x میشه منفی 2x2، منفی 2x ضرب در مثبت 1 میشه منفی 2x. خب دوباره علامت ها رو عوض کنم، منفی میشه مثبت، منفی میشه مثبت، با هم برن. منفی x و مثبت 2x میشه x، یه مثبت 1 دارم اونم میارم پایین. حالا اینجا x، اینجا x، در چند ضرب کنم؟ در 1. مثبت منفی، مثبت منفی، با هم میرن صفر صفر. پس جواب تقسیم صورت تا اینجا کار به دست آمد 2x2 منهای 2x به علاوه 1. بریم تقسیم مخرج هم انجام بدیم. x3 به علاوه 1 تقسیم بره x به علاوه 1. خب اینجا x به توان 3، اینجا x. ما x رو در چه ضرب کنیم با x به توان 3 برابر بشه؟ در x به توان 2. x2 ضرب در x میشه x به توان 3، x2 ضرب در 1 میشه مثبت x2. خب علامت ها رو عوض کنم، مثبت میشه منفی، مثبت میشه منفی، اینا با هم برن. تو یه منفی x2 داری با یه مثبت 1، خب به فرم استاندارد می‌نویسیش، میگی منفی x2 به علاوه 1. اینجا منفی x2، اینجا x. خب من x رو در چه ضرب کنم با منفی x2 برابر بشه؟ در منفی x. منفی x ضرب در x منفی x2، منفی x ضرب در مثبت 1 منفی x. دوباره منفی مثبت، منفی مثبت، با هم برن. مثبت x با مثبت 1 میشه x به علاوه 1. خب اینجا x، اینجا هم x، در چند ضربش کنیم؟ در 1. 1 ضرب در x به علاوه 1 همون میشه x به علاوه 1. مثبت میشه منفی، مثبت میشه منفی، با هم میرن صفر صفر. پس جواب تقسیم مخرجم شد x2 منهای x به علاوه 1 منفی 1. خب حالا کافیه فقط به جای x منفی 1 بذاریم. منفی 1 به توان 2 1 ضرب در 2 2. منفی 1 ضرب در منفی 2 این هم میشه مثبت 2 به علاوه 1. مخرج منفی 1 به توان 2 مثبت 1، منفی ضرب در منفی 1 مثبت 1، اونم 1. در کل میشه 5 سوم. جز سوالات سخت بود، خوب یادش بگیر. خب بحث بعدی در مورد حد تعادل رادیکالیه. این چیزی که میگم رو یادداشت کن، اگر از یک تابع شامل رادیکال در یک نقطه بخواهیم حد بگیریم، اگر آن نقطه زیر رادیکال را صفر کند باید حد چپ و راست گرفته شود. اگر زیر رادیکال منفی شود حد ندارد. دقت کردی چه گفتم؟ خب عنوان مثال اینجا یک رو نگاه کن، اگه یک رو جایگذاری کنیم یک منهای یک صفر میشه. چون زیر رادیکال صفر شد ما باید یک بار حد چپ بگیریم، یعنی یک بار مقادیر کمتر، یک بار حد راست بگیریم یعنی یک بار مقادیر بیشتر. خب جایگذاری کنیم، ببینیم یک بار مقادیر بیشتر رو جایگذاری کنیم، میشه یک بار مقادیر بیشتر منهای یک. یک با مقادیر بیشتر یعنی یک هم بیشتر از یک، یه دهم، دو دهم. خب پس یک با مقادیر بیشتر یعنی یک و یک دهم. منهای یک بشه میشه یک دهم مثبت، یعنی مقدار خیلی خیلی ریز اما مثبت، یعنی میشه صفر با مقادیر بیشتر. اگر صفر با مقادیر بیشتر بشه مشکلی نداریم که بحث مثبته، یه عدد مثبته، جواب همون صفر میشه. اما بالایی رو نگاه کن، شما یک با مقادیر کمتر رو جایگذاری کن. خب یک با مقادیر کمتر یعنی کمتر از یک، یعنی مثلا 9 دهم. خب 9 دهم منهای یک میشه منفی 1 دهم، یعنی شما واژه منفی رو به زبان میاری.
زیر رادیکال هیچ وقت نباید منفی بشه. هر موقع زیر رادیکال منفی شد میگی حد ندارد. و از اونجایی که حد چپ و حد راست با هم برابر نیست، پس نتیجه میگیریم که خود رادیکال ایکس منهای یک در خود نقطه یک حد ندارد. چرا؟ چون حد چپ و راستش برابر نشد. خب بریم بعدی. صرف با معادل کمتر رو جایگذاری کنیم، چون دیگه معادل کمتر بیشتره دیگه. ما گفتیم زمانی حد چپ و راست میگیریم که یک عدد باشه و اون عدد زیر رادیکال رو صفر کنه. خب اینو جایگذاری کنیم، صرف با معادل کمتر. ببین صرف با معادل کمتر یعنی کمتر از صفر. کمتر از صفر چه میشه؟ بله منفی میشه. و چون زیر رادیکال منفی میشه، پس دیگه رادیکال جواب نداره یا اصطلاحاً حد ندارد یا بعضی هم انسان وجود ندارد. اینجا صرف با معادل بیشتر با یه مقدار مثبت دیگه، همون چه میشه؟ صفر. اینجا آیا ببین بعضی از دانش آموزا تا رادیکال میبینن و عدد سریع میان آکولات میکشن، حد چپ میگیرن حد راست هم میگیرن. نه، ما گفتیم زمانی حد چپ و راست میگیریم که به ازای اون عدد زیر رادیکال صفر بشه. شما صفر اینجا که بذارید دو صفر تا صفر تا منهای پنج رو منفی پنج، صفر نشد. پس دیگه احتیاج به حد چپ و راست نداره. جایگذاری میکنیم مستقیما. اینجا رادیکال منفی پنج که این قابل قبول نیست. چرا؟ چون زیر رادیکال منفیه. پس میگیم حد ندارد، وجود ندارد. اینجا دو بذار، دو به علاوه پنج میشه هفت. صفر نشد. چون صفر نشد پس احتیاجی به حد چپ و راست نیست. مستقیم جایگذاری کنیم، میشه دو به علاوه پنج میشه رادیکال هفت. مثبت قابل قبوله، هیچ مشکلی هم باهاش نداریم. خب بس. بعدی ما در مورد حد جزء سعیه. بعد اینکه حد جزء سعیه درس دادیم، قبلش لازمه که یادآوری بکنیم از خود بحث جزء سعیه. تو فصل قبلش اشاره کردیم. ببین جزء سعیه ها سه دستن، یا عدد صحیحه یا یه عدد اعشاری مثبته یا عدد یه اعشاری منفی. اگر عدد صحیح باشه جزء صحیحش میشه خودش، یعنی جزء صحیح 3 3، جزء صحیح منفی 3 منفی 3، جزء صحیح 5 5، جزء صحیح 0 0. پس اگر عدد صحیح باشه نتیجه جزء صحیح میشه خودش. اگر عدد اعشاری مثبت باشه، اگر عدد اعشاری مثبت باشه جزء صحیح میشه عدد صحیحش. نه بگی یک و دو دهم به یک نزدیکتره پس جواب میشه یک. آن نه، اون گرد کردن اصلا ربطی به این قضیه نداره. جزء صحیح عدد اعشاری مثبت میشه عدد صحیحش، صحیحش یکه. دو و نه دهم مثبته، عدد صحیحش چنده؟ دو. جزء صحیحش میشه دو. نیم یه اعشاری مثبته، عدد صحیحش چنده؟ صفر. پس جزء صحیحش میشه چند؟ صفر. اما اعداد اعشاری منفی، اعداد اعشاری منفی جزء صحیحشان میشه یک واحد کمتر از عدد صحیح. دقت کن، عدد صحیح منفی یک، یک کمترش میشه منفی دو. اینجا منفی دو نه دهم اعشاری منفیه. اعشاری های منفی جزء صحیحشان میشه یک واحد کمتر از عدد صحیح. عدد صحیح منفی دوه، یکی کمترش میشه منفی سه. اینجا منفی نیم اعشاری منفی، عدد صحیحش صفره، یکی کمترش میشه منفی یک. اینو گفتیم که این پیش زمینه داشته باشید. بریم سراغ حد با جزء صحیح. خب بریم سراغ بحث حد توابع شامل جزء صحیح. اگر شما از اینی که میگم رو یاد داشت کن، بنویس اگر از یک تابع شامل جزء صحیح در عددی صحیح بخواهیم حد بگیریم، زیر عدد صحیح حد بکش. منظور از عدد صحیح اینه که معادل بیشتر یا کمتر نداشته باشه، درست شد؟ زیر عدد صحیح حد بکش. باید حتما حد چپ و راست گرفته شود. خب اینجا جزء صحیح داریم، عدد ما هم صحیحه، یعنی معادل بیشتر یا کمتر نداره. پس باید هم حد چپ بگیرم هم حد راست. یعنی یه بار میگم لیمیت جزء صحیح x به علاوه 3 x میل کند یک با مقادیر کمتر،
یک بار میگم لیمیت جزء صحیح x به علاوه 3 x میل کند یک با مقادیر بیشتر. خب جایگذاری کنیم، شما یک با مقادیر کمتر جایگذاری کن، میشه جزء صحیح یک با مقادیر کمتر به علاوه 3. خب یک با مقادیر کمتر یعنی 9 دهم. جزء صحیح 9 دهم چند میشه؟ یا عدد اعشاری مثبته، پس جزء صحیحش میشه عدد صحیحش یعنی 0 به علاوه 3 میشه 3. حالا پایین یک با مقادیر بیشتر رو بذاریم، به علاوه 3. یک با مقادیر بیشتر یعنی یک هم بیشتر از یک، بیشتر از یک میشه 1.1 یا 1.2. جزء صحیحش میشه عدد صحیح شنده 1، میشه 1 به علاوه 3 میشه چند؟ 4. آیا حد چپ و راست برابره؟ خیر، چون حد چپ و راست برابر نیست، پس میگیم در نتیجه لیمیت جزء صحیح x به علاوه 3 x میل کند به سمت 1 حد ندارد. این از سوال اول. بریم سراغ سوال دومش. باز دوباره یه لیمیت شامل جزء صحیح، عدد ما هم یک عدد صحیح است. گفتیم اگر جزء صحیح بود عددم صحیح بود، باید هم حد چپ بگیریم هم حد راست، یعنی یک بار بگیم لیمیت دو تا جزء صحیح x به علاوه 1 به روی x به علاوه 3 x میل کند به سمت 2، یک بارم بگیم لیمیت دو تا جزء صحیح x به علاوه 1 x به علاوه 3 x میل کند به سمت 2. ببخشید، یکیش مقادیر کمتر یکیش مقادیر بیشتر. خب جایگذاری کنیم دو با مقادیر کمتر رو، میشه دو تا جزء صحیح دو با مقادیر کمتر به علاوه 1 به روی 2 به علاوه 3. الان ممکنه بپرسی آقا چرا بالایی رو مقادیر کمتر گذاشتی اما پایینی رو نذاشتی؟ ببین مقادیر کمتر و بیشتر فقط تو خود جزء صحیح که اهمیت داره، خارج از جزء صحیح هیچ اهمیتی نداره. خب دو با مقادیر کمتر یعنی یکم کمتر از دو. کمتر از دو یعنی چقدر؟ یعنی مثلا 1.9. خب جزء صحیح 1.9 چقدر میشه؟ بله 1. 2 1 2 تا به علاوه 1 میشه 3. اینم 5. این شد 3/5. حالا پایینیش دوباره جایگذاری کنیم، میشه 2 تا 2 با مقادیر بیشتر به علاوه 1 به روی 2 به علاوه 3. باز دارم تاکید میکنم ها، ایکسی که داخل جزء صحیح نیست مقادیر کمتر و بیشتر روش تأثیری نداره. خب 2 با مقادیر بیشتر میشه 2.1. جزء صحیح 2.1 میشه عدد صحیح شد 2. 2 تا 4 تا به علاوه 1 5، 2 به علاوه 3 5، در کل 1. آیا حد چپ و راست برابر شد؟ خیر، چون حد چپ و راست برابر نیست، پس میگیم لیمیت دو تا جزء صحیح x به علاوه 1 به روی x به علاوه 3 در خود نقطه 2 حد ندارد. بعدی باز دوباره جزء صحیح داریم، عدد ما هم صحیحه، یعنی مقادیر بیشتر و کمتر نداره. خب پس دوباره یه بار حد چپ میگیریم یه بار حد راست، یعنی یه بار میگیم لیمیت 3x منهای جزء صحیح x x میل کنند 0 با مقادیر کمتر، یک بارم میگیم لیمیت 3x منهای جزء صحیح x x میل کنند 0 با مقادیر بیشتر. خب جایگذاری کنیم، صورت صفراشو جایگذاری کنیم. 3 گفتیم ایکسی که خارج از جزء صحیح مقادیر کمتر و بیشتر اهمیتی نداره، پس همون 0 رو میذارم. منهای جزء صحیح 0 با مقادیر کمتر، 0 تا 0. ببین 0 با مقادیر کمتر این یه مقدار کوچیک کمتر از 0. کمتر از 0 یعنی چقدر؟ مثلا منفی 1/10. خب منفی 1 کمتر از 0 دیگه، یه عدد اعشاری منفیه. اعداد اعشاری منفی جزء صحیحشان میشد 1 واحد کمتر از عدد صحیح.
عدد صحیح صفر یک واحد کمتر میشه منفی یک، در کل جواب میشه یک. پایین دوباره سه صفر دار، معنی های جز صحیح صفر با مقادیر بیشتر. صفر با مقادیر بیشتر این یک هم بیشتر از صفر، بیشتر از صفر میشه یک دهم. خب یک دهم اعشاری مثبته، جز صحیح صفر میشه. سه صفر دار صفر دار، معنی های این هم صفر، در کل صفر. باز دوباره حد چپ و راست برابر نشد، پس ما نتیجه میگیریم که لیمیت سه ایکس منهای جز سعی ایکس، ایکس میل کند به سمت صفر، حد ندارد. درست شد؟ بریم باز حل کنیم. خب بریم ادامه سوال رو حل کنیم. گفته لیمیت دو تا جز سعی ایکس منهای ایکس، ایکس میل کند به سمت منفی سه. باز دوباره جزء صحیح داریم و عدد صحیح. گفتم اگر جزء صحیح داشتین، عدد هم صحیح بود، باید حتما هم حد چپ بگیرین هم حد راست. یعنی یک بار بگیم لیمیت دو تا جزء صحیح x منهای x، x میل کند منفی 3 با مقادیر کمتر. یک بار هم لیمیت دو تا جزء صحیح x منهای x، x میل کند منفی 3 با مقادیر بیشتر. خب منفی 3 با مقادیر کمتر جایگذاری کنیم، میشه دو تا منفی 3 با مقادیر کمتر منهای. دقت کن ایکسی که داخل جزء صحیح نیست، مقادیر کمتر و بیشتر براش اهمیتی نداره، پس خودش رو می‌نویسیم. اما اشتباه بچه‌ها سر اینجاست. خیلی هم میگن منفی 3 با مقادیر کمتر میشه منفی 2/9. چرا؟ چون این دی تو ذهنشانه که ما مثبت ها رو این کار میکردیم، پس منفی ها با این کار کنیم. نه، دقت کن، منفی ها برعکس مثبت ها. یعنی ما وقتی میگیم منفی 3 با مقادیر کمتر، یعنی مثلا 1/10 از منفی 3 کم کن که میشه منفی 3/1. الان منفی 3/1 از منفی 3 کمتره. حواست باشه منفی ها برعکسن، دقت کن. خب جز سعی منفی 3/1 میگیم عدد اعشاری منفیه، پس جز سعی میشه یک واحد کمتر از عدد سعی. یکی کمتر از منفی 3 میشه منفی 4، ضرب در 2 میشه منفی 8، اینم میشه به علاوه 3 که در کل میشه منفی 5. حالا برای پایینی میشه دو تا منفی 3 با مقادیر بیشتر منهای منفی 3. خب منفی 3 با مقادیر بیشتر یعنی بیشتر از منفی 3. 1/10 به منفی 3 اضافه کنیم، اگر 1/10 به منفی 3 اضافه کنیم میشه منفی 2/9. جزء صحیح منفی 2/9 چون عدد اعشاری منفیه، یک واحد کمتر از عدد صحیحش، یکی کمتر از منفی 2 میشه منفی 3، در ضرب 2 ضرب میشه میشه منفی 6، به علاوه 3 میشه منفی 3. اگر دقت کنین حد چپ و راست با هم برابر نیست، پس در نتیجه لیمیت دو تا جزء صحیح x منهای x، x میل کند به سمت منفی 3، میگیم که حد ندارد. خب بریم مثال بعدی. دوباره جزء صحیح داریم، عددم صحیحه، پس ما باید هم حد چپ بگیریم هم حد راست. خب میشه لیمیت 3 منهای جزء صحیح x، x به علاوه 3، x میل کند به سمت منفی 1 با مقادیر کمتر، و لیمیت 3 منهای جزء صحیح x، x به علاوه 3، x میل کند منفی 1 با مقادیر بیشتر. خب جایگذاری کنیم، میشه 3 منهای جزء صحیح منفی 1 با مقادیر کمتر منفی 1 به علاوه 3. دوباره تأکید میکنم اگر x داخل جزء صحیح نباشه ما کاری با مقادیر کمتر بیشترش نداریم. خب ببین منفی 1 با مقادیر کمتر یعنی به منفی 1 1/10 منفی بده، یا 1/10 از منفی 1 کم کنیم. اگر کم کنیم میشه منفی 1/1. جزء صحیح منفی 1/1 چون اعشاری منفی 1 واحد کمتر از عدد صحیحش میشه، میشه منفی 2. یه منفی ضریب هم داره میشه مثبت 2، میشه 3 به علاوه 2 به روی 2 که در کل میشه 5/2. خب برای پایینی
دوباره سه منهای منفی یک با مقادیر بیشتر منفی یک به علاوه سه. خب یک دهم به منفی یک اگر اضافه کنیم میشه منفی نه دهم. جزء صحیح منفی نه دهم چون اعشاری منفیه میشه منفی یک، در یه منفی میشه مثبت یک، یعنی میشه سه به علاوه یک به روی دو که در واقع میشه دو. و باز دوباره چون حد چپ و راست برابر نیست میگیم لیمیت سه منهای جزء صحیح x به روی x به علاوه 3 در x میل کند به سمت منفی 1 حد ندارد. خب مثال بعدی، اگر دقت کنید اینجا گفته لیمیت x به جزء صحیح x، x میل کند منفی 2 با مقادیر بیشتر. چون اینجا خودش مقادیر بیشتر و کمتر داره پس دیگه احتیاجی نیست ما بریم هم حد چپ بگیریم هم حد راست، این فقط حد راست رو از شما خواسته. خب مستقیما جایگذاری کنیم میشه منفی 2 به روی منفی 2 با مقادیر بیشتر. خب منفی 2 با مقادیر بیشتر یعنی به منفی 2 یک دهم اضافه کنیم، به علاوه یک دهمش کنیم میشه منفی 1 و 9 دهم. جزء صحیح منفی 1 و 9 دهم میشه منفی 2 که در کل میشه 1. خب بریم یه چند تا مثلثاتی هم حل کنیم. لیمیت سینوس x به علاوه کوسینوس x، x میل کند به سمت پی چهارم. خب به جای x ها پی چهارم بذارم میشه سینوس پی چهارم به علاوه کوسینوس پی چهارم. خب ببین پی چهارم به معنی 45 درجه است، سینوس 45 میشه رادیکال 2 دوم به علاوه اینم رادیکال 2 دوم. خب مخرج ها با هم برابره، صورت ها رو با هم جمع کنیم، رادیکال 2 به علاوه رادیکال 2 میشه 2 رادیکال 2، دو ها با هم میره در کل میمانه رادیکال 2. خب بعدی فقط کافیه به جای x منفی پی سوم رو بذارم میشه کوسینوس منفی پی سوم. ما تو فصل مثلثات یاد گرفتیم که کوسینوس میتونه منفی رو از بین ببره، خب پس منفی از بین میره میشه کوسینوس پی سوم. پی سوم به معنی 60 درجه است، کوسینوس 60 یک دوم. بعدی دوباره فقط جایگذاری، یک منهای سینوس به توان دو پی دوم. ببین پی دوم یه 90 درجه درسته؟ سینوس 90 میشه یک، اما یه توان دو هم داره پس میشه منهای یک به توان دو. یک به توان دو یک، یک منهای یک صفر. بعدی باز دوباره جایگذاری کنیم میشه یک منهای سینوس به توان دو پی دوم به یک منهای سینوس پی دوم. خب سینوس پی دوم یک میشه، یک به توان دو یک، این هم یک میشه صفر صفر. ما یاد گرفتیم که صفر صفر ها اصطلاحاً مبهم هستن و باید رفع ابهام بشه. خب حالا اینا چطور رفع ابهام کنیم؟ آیا قابلیتی شما اینجا از اتحاد میبینید؟ میگی بله آقا صورت اتحاد مزدوجه. خب اتحاد مزدوجش رو باز کنم سادش کنم چه میشه؟ میشه لیمیت یک منهای سینوس رو باز کنم میشه یک منهای سینوس x در یک به علاوه سینوس x به روی یک منهای سینوس x، x میل کند به سمت پی دوم. خب یک منهای سینوس با یک منهای سینوس ساده میشه، چه میمانه؟ میشه لیمیت یک به علاوه سینوس x، x میل کند به سمت پی دوم. خب پی دوم رو جایگذاری کنیم میشه یک به علاوه سینوس پی دوم. سینوس پی دوم یا 91 هست، یک به علاوه یک میشه دو. خب این هم از بحثای مثلثاتی. خب بریم این سری سوال دیگه حل کنیم. گفته لیمیت قدر مطلق x منهای 1 به x منهای 1 x میل کند به سمت 1. یه نقطه بنویس تو دفترت، بنویس نقطه. هرگاه از یک تابع شامل قدر مطلق بخواهیم در یک نقطه حد بگیریم به شرطی که آن نقطه داخل قدر مطلق را صفر کند باید حد چپ و راست بگیریم. پس از آن با توجه به
علامت داخل قدر مطلق، قدر مطلق را حذف کرده و به جواب برسیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. خب ببین شما اینجا یک رو جایگذاری کن، یک به نهای یک صفر میشه، داخل قدر مطلق صفر میشه. چون که صفر شد ما یه بار حد چپ میگیریم یه بار حد راست. x یک با مقادیر کمتر، اینم یک با مقادیر بیشتر. حالا ادامه این نکته، گفتم قدر مطلق را حذف میکنیم. یعنی چه؟ ببین شما عدد یک با مقادیر کمتر، درسته؟ خب یک با مقادیر کمتر تو به جای x جایگذاری بود تو ذهنت، یک با مقادیر کمتر منهای یک. مهم اینه که شما به این نتیجه برسی که داخل مثبت میشه یا منفی. خب یک با مقادیر کمتر میشه کمتر از یک، یعنی 9/10. 9/10 منهای یک میشه منفی 1/10. یعنی مهم اینه که منفی شد، درسته؟ چون منفی شد ما قدر مطلق رو حذف میکنیم، در یه منفی ضربش میکنیم. دقت کردی؟ یه بار دیگه بگم، یک با مقادیر کمتر رو جایگذاری کردم، منهای یک شد منفی 1/10. چون منفی شد داخل قدر مطلق را پاک میکنیم، در یه منفی ضربش میکنیم. به این صورت x میل کند یک با مقادیر کمتر. خب x منهای یک با x منهای یک میره، جواب میشه منفی 1. حالا پایین یک با مقادیر بیشتر را جایگذاری کن. یک با مقادیر بیشتر یعنی بیشتر از یک. منهای یک بشه، ببین یک و 1/10، منهای یک میشه 1/10 مثبت. چون که مثبت ما قدر مطلق رو حذف میکنیم بدون تغییر، یعنی میشه x منهای یک به x منهای یک، x میل کنند یک با مقادیر بیشتر. خب با هم میرن، جواب یک. آیا حد چپ و راست برابر شد؟ خیر. پس در نتیجه لیمیت قدر مطلق x منهای یک به روی x منهای یک، x میل کنند به سمت یک، حد ندارد. بریم بعدی. خب بعدی ببین منفی 2. منفی 2 داخل قدر مطلق جایگذاری میکنیم. اگر صفر شد حد چپ و راست، اگر صفر نشد خب همینجوری حلش میکنیم. ببین منفی 2 رو بذار، منفی 2 به علاوه 2 میشه صفر. چون صفر شد باید حد چپ و راست گرفته بشه، یعنی یه بار بگیم لیمیت x به علاوه 2 به روی قدر مطلق x به علاوه 2، x میل کند منفی 2. یک بارم بگیم لیمیت x به علاوه 2 قدر مطلق x به علاوه 2، x میل کند منفی 2. یکیش مقادیر کمتر، یکیش مقادیر بیشتر. باز مثل بالایی جایگذاری کنیم ببینیم داخل قدر مطلق به چه صورتی میشه. خب اینجا میشه منفی 2 با مقادیر کمتر، منفی 2 با مقادیر کمتر به علاوه 2. ببین منفی 2 با مقادیر کمتر یعنی چند؟ یعنی منفی 2 1/10، منفی 2 1/10 به علاوه 2 که بشه میشه منفی 1/10. مهم اینه که منفی شد، درسته؟ چون منفی شد ما قدر مطلق رو پاک میکنیم، در یه منفی ضرب میکنیم. پس میشه x به علاوه 2 به منفی x به علاوه 2، x میل کند منفی 2 با مقادیر کمتر. با هم برن، جواب میشه منفی 1. پایین منفی 2 با مقادیر بیشتر به علاوه 2. ببین منفی 2 با مقادیر بیشتر به معنای مثلا منفی 1/9. منفی 1/9 به علاوه 2 بشه این مقدار مثبت میشه. چون مثبت شده پس دیگه قدر مطلق رو حذف میکنیم. خب با هم میرن، جواب میشه 1. باز دوباره حد چپ و راست برابر نشد، پس به ما نتیجه میده که لیمیت x به علاوه 2 به روی قدر مطلق x به علاوه 2، x میل کند به سمت منفی 2، حد ندارد. خب مثال بعدی، صورت سوال به این صورته. گفته اگر لیمیت f(x) x میل کند به سمت 1 برابر 5،
لیمیت جی ایکس ایکس میل کنه به سمت یک برابر 3 و لیمیت جی ایکس ایکس میل کنه به سمت یک برابر منفی 2 باشه، حاصل هر یک از عبارات زیر را به دست آورید. ببین این مدل سوالا برعکس شکلشان خیلی راحتن، خیلی. وقتی به شما میگه لیمیت اف ایکس ایکس میل میکنه به سمت یک میشه 5، یعنی شما کافیه به جای اف ایکس 5 بذارید. همین. خب به جای اف ایکسش 5 بذارم میشه 5 به علاوه 2 میشه رادیکال 7. تمام شد. اینجا خب گفته اف ایکس ما چنده؟ 5 به علاوه 2 تا جی ایکس. خب جی 3 2 تا جی ایکس میشه 6 به روی منفی اچ. اچ خودش منفی 2ه، در یه منفی هم ضرب بشه میشه مثبت 2، میشه 11 دوم. و آخری ببین اف شما چنده؟ 5 به علاوه جی چنده؟ 3 در کل به توان 2. 5 و 3 8 به توان 2 64. خب تا اینجا کار درس دوم حد رو تمام کردیم با هم. حتما جزوهش رو به طور دقیق بنویسین از روی فیلم. هر جایش رو سوال داشتین حتما حتما ازم بپرسین. و این که تمریناته 3 و 4 صفحه 36، تمرین 3 و 4 صفحه 136 رو حل کنین بفرستین. خسته نباشین، خدا نگهدار.